در این دوران کرونا یکی از اصلی ترین کسانی که صدمه دیدن برنامه گذاران، کسانی که دیسکو و کلاب دارن و دی جی ها هستند. و امروز برای اولین بار در این مکان در سینمای ماشین برنامه ایرانی و دیسکوی ایرانی برگزار میشه. ببینیم که به چه صورت برگزار میشه. دی جی ها هم روی سن الان دارن آماده میشن و چند دقیقه دیگه هم ماشین ها دیگه وارد میشن. آخرین تدارکات روی سن قبل از شروع دیسکو. پیمان یوسفی خودش را به قول معروف گرم میکند. واقعا برای اولین باره که همچین پارتی ایرانی اجرا میشه. برای خود من یه سورپرایز خیلی بزرگه. امیدوارم که بتونیم امشب اینجا رو با هم منفجر کنیم. پیمان یوسفی یکی از قدیمی ترین و معروف ترین دی جی های ایرانی در آلمان است که قبل از کرونا هفته ای چند برنامه داشت و حالا هیچی. میگوید دست و پایش برای اجرای مجدد روی صحنه از خوشحالی میلرزد. اولین دیسکوی ایرانی درایو این یا ماشین رو به خاطر شیوع کرونا تحت شرایط خاصی برگزار شد. مهمانان باید از قبل به صورت آنلاین بلیت میگرفتند و اسم و آدرس و شماره تماس خود را اعلام میکردند. در ضمن عده بسیار کمتری نسبت به قبل می توانستند در این جشن حضور داشته باشند و باید فاصله اجتماعی را هم رعایت می کردند. والا دفعه اول نمی دونیم چی پیش میاد. حالا ببینیم. امیدوارم که همه چی خوب باشه. حداقل تا آخرش خوب پیش بره. کافیه. شاد باشیم دیگه همیشه. بعضی برای تفریح نوشیدنی خودشون را آورده بودند. همه چی هم بگو چی نیا بود. مایتای برای خانوما، برای آقایون مایتای قوی‌تر، ویسکی هم داریم. بعضی دیگر هم برای شاد بودن با طعم هندوانه خودشان را گرم می کردن. برای اولین بار. چه مزه این؟ خوشمزه. دیسکوهای انرژی پارتی جزء لوکس‌ترین و معروف‌ترین پارتی‌های ایرانی در اروپا هستند. 27 سال از تأسیس انرژی پارتی می گذرد. بهروز نژاد مؤسس آن وقتی از مجاز بودن کنسرت و پارتی در سینماهای ماشین رو در دوران کرونا باخبر شد دنبال برگزاری دیسکوی ایرانی در چنین فضایی رفت. یه مقدار به قول معروف گشتیم دیدیم نه تا حالا هیچ کسی این کار انجام نداده. بعد به این ایده رسیدیم چه بهتر که انرژی پارتی، چون همه میدونن که همیشه نوآوری داریم. گفتیم انرژی پارتی همچین به قول معروف برنامه برای هموطنان، چون خیلی اما درخواست کردن چه پارتی نمیذارید دوباره، چون دیگه همه یه مقدار غمگین شده بودن، میخواستن دوباره همدیگر رو به قول با هم باشن یه مقدار بیشتر از همیشه. سر همین ما هم به این نتیجه رسیدیم بس بذار همچین پارتی را انجام بدیم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. در دیسکوی ماشین رو صدای موسیقی فقط روی سن برای دی جی ها شنیده می شد و مهمانان باید از رادیوی خودرویشان به دی جی گوش می دادند. با این حال آنها به وجد آمدند. ظاهراً کرونا باعث شده بود که غر در کمر خیلی ها گیر کرده باشد. خیلی فقط منتظر بودیم پارتی باشه. دیسکو در سینمای ماشین رو مردم رو از خانه هایشان بار دیگر به پیست رقص آورد. یکی دیگر از مزایای این مدل مراسم این است که می شود وسط پیست رقص کیک تولد هم خورد. بابا کیکر یه خواهی شلتر درست می گردین یا کتلت ایرانی. یا اینکه میشه سیگار کشید. ما جدی، ولی این دیسکو خوبیش اینه که با کسایی که دوست داری جمع می، ولی مثلا اون دیسکوهایی که هستن خب خیلی شلوغه، همه تو همه، این فقط جمعی خودت یا خودت حال میده. در این پارتی حتی شهردار دوسلدورف هم حضور داشت. او به مهمانان خوش آمدگویی و از ایرانیان دوسلدورف تقدیر کرد. خیلی از ساکنین دوسلدورف ایرانی هستند و از ویژگی‌های شهر ما به شمار می‌روند. برای همین خوشحال هستم که به انرژی پارتی دعوت شدم. با اینکه مردم به قول خودشان حال می‌کنند، اما قرار است این مدل پارتی فقط همین یک بار برگزار شود. دستن در کاران انرژی پارتی می‌خواستند در این دوران کرونا با اجرای اولین دیسکوی ماشین روی ایرانی برای همیشه در خاطر مهمانان خود بمانند.
بامداد اسماعیلی، دوسلدورف، آلمان.